آقای دکتر میلانی، بی بی سی مثل این که مسئله معاشقه خمینی با امریکا رو ادامه داده. اگه اجازه بدی یکی دوتا کلامش رو من ذکر کنم. به گزارش بی بی سی، بر اساس سند سری اسلام در ایران، سازمان CIA متعلق به سازمان CIA روح الله خمینی بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در منزلی در قیطریه در نیمه آبان 1342 بی سر و صدا به دولت جان اف کندی پیام میدهد تا حملات لفظیش مبادا سوء تعبیر شود، زیرا او از منافع امریکا در ایران حمایت میکند. اینا تو سند ذکر شده. بله. ممکنه این سند دروغ باشه؟ نه، اینکه به نظر من اینکه این سند و بسیاری اسناد دیگه در مورد این تماسا هست، به خصوص در مورد تماسای در آستانه انقلاب هست، به نظر من امکان اینکه این سندها دروغ باشه عملا نزدیک به صفر. همه چیز امکانش هست. الان ممکنه در وسط صحبت من و شما هم یه سائقه بزنه منو اینجا بندازه، ولی احتمالش خیلی کمه. اینکه در مورد این سند، منتها باید این رو توجه داشت که ما نمیدونیم که آقای کمره ای آیا به راستی از طرف آیت الله خمینی مسئولیت داشته پیام رو دقیقا چی نوشته. برای اینکه من اون سند رو دیدم، در اون سند CIA میگه که این پیام از طرف آقای کمره ای به نقل از آقای خمینی آمده. ظاهرا اصل این پیام در اسناد هست، ولی اون سند خودش هنوز از طبقه بندی خارج نشده. من اون رو قطعا نمیتونم بگم که یه چنین تماسی بوده یا نه، ولی قطعا تماس‌های گسترده‌ای وسیع از اکتبر نوامبر 78 بین طرفداران آیت الله خمینی و بعد مستقیم، نه مستقیم، مع الواسطه آقای یزدی و دیگران با آمریکایی‌ها و با فرانسوی‌ها از حتی زودتر از اون وجود داشته. و اینکه در ایران به این مقالات حمله کردن به عنوان اینکه این اسناد جعلی است، به نظر من کذب بحثه. در مورد ابعاد این تماس‌ها، اتفاقا من در کتاب نگاهی به شاه بخش مهمی از اینها رو اونجا در اون زمان طبقه بندی خارج شده بود و من تو کتاب منعکس کردم. یعنی در اون زمان اینکه آیت الله خمینی با اینها تماس داره، اینکه پرسشنامه ای از آمریکایی ها دریافت میکنه و به اون پرسشنامه جواب، پرسشنامه رو برای اولین بار من یادم شما مطرح کردید. بله، نامه رو من مطرح کردم که نامه نوشته و گفته که شما ارتش رو خونسا بکنید و اینکه ارتش رو آمریکایی ها چیز میکنن. من وقتی در کتاب، حتی در کتاب هویدا یادم میاد که اونجا اول بار من بعضی از این اسناد رو دیده بودم، وقتی مطرح کردم خانوم قره‌باغی از پاریس به من زنگ زد خیلی با تشر که ممکن نیست اینها درست باشه، ممکن نیست شوهر من با آخوندات تماس داشته باشه. ولی معلوم شد که نه تنها او تماس داشته، نه تنها مقدم تماس داشته، خیلی دیگران هم تماس داشتن. یعنی در این حال با اینکه من وجود این تماس ها و نقش آمریکا در واقع آشتی دادن ارتش با طرفداران آیت الله خمینی رو در کتاب نوشته بودم، این رو هم باید بگم که این اسناد جدیدی که در اومده، خیلی از این اسناد بعد از اینکه کتاب چاپ شده در اومده و آقای فتاحی واقعا زحمت مشکوری کشیدن، رفتن این اسناد رو دیدن، بسیار زیاد و نکات خیلی خیلی مهمی رو، نکات تازه مهمی رو در این اسناد، از گستردگی این تماس ها، از نوع وعده وعیدهایی که داده شده و در اختیار ما قرار میدن. و بدونید اینم بگم، همطوری که من در کتاب گفتم، این وجود اینها، این تماس ها اصلا برای من خیلی طبیعی است. ایشون رئیس یک جریان انقلابی هستن که میخوان مملکت رو بگیرن، فکر میکنن آمریکا در ارتش نفوذ داره، سعی در مذاکره با آمریکا فقط برای اونها، اونهایی بده که هی
ادعا میکنن که با آمریکا مذاکره نمیکنن و بعد خودشون مذاکره میکنن. یعنی فقط هم قبل از انقلاب نیست که اینها مذاکره کردن، بعد از انقلاب هم مذاکره کردن. بعد از انقلاب نه تنها با دولت آمریکا مذاکره کردن، از دولت آمریکا اطلاعات میگرفتن، بلکه با تیم انتخاباتی ریگان وقتی که هنوز رئیس جمهور نشده بود اینها مذاکره کردن. یعنی تردید در این که عده ای از طرف آیت الله خمینی، ماجرای اکتبر دیگه، ماجرای اکتبر و در بعد با آمریکا مذاکره کردن، تیمی از آمریکا رو برداشتن آوردن تهران، آقای الیور نورث آوردن تهران و حالا این اسناد در بیاد میگن اینا اسناد جعلیه. در همین دو سال پیش، سه سال پیش، خود آقای خامنه ای دستور میدن به یکی از زیر دستاشون بدون اطلاع اون تحفه قرن سومی که هزاره سومی که به جامعه کردن با آمریکا مذاکرات محرمانه بکنن. چطور میشه بگین که مذاکره نمی کنیم؟ اصلا چطور میشه بگین مذاکره بده؟ مذاکره بد نیست، نوع مذاکره بده. حرف بد بزنید، مملکت رو تسلیم بکنید. مذاکره کردن همیشه بهتر از مذاکره نکردنه. آقای دکتر، در ادامه خمینی توضیح میده به کندی که من با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارم. برعکس، خمینی اعتقاد داشت که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. این تا کجاش هم فکر کرده بوده؟ اون موقع هنوز چی هم نبوده با؟ نه اتفاقا ببینید، دوباره من فکر کنم اگر اون شرایط اون چارچوب رو در نظر بگیرید این اسناد یک کمی چیزتر میشه و من فکر کنم یک کمبودی که این گزارش رو داشت این بود که این کارایی که در گذشته در تبیین و استفاده از این اسناد شده بود بهش خیلی توجه نمیکرد. ببینید مثلا بدون شک اگر این نامه درست باشه که میگم هنوز ما قطعیت نمیدونیم، میدونیم که یه نفری در سیا مدعی است که یه چنین تماسی گرفته شده. این که آیا این واقعا از طرف آیت الله خمینی آمده یا آقای کمره‌ای که به هر حال از این تماس‌ها زیاد داشته از طرف خودش اومده، اونو هنوز به نظر من حداقل به قطع نمیشه گفت. ولی در همون فاصله چند ماه از این به اصطلاح تماس، اگر تماسی بوده، ما میدونیم که بختیار با آمریکایی‌ها تماس گرفته. من عین نامش رو در کتاب نگاهی به شاه آوردم و حاج علی کیا با آمریکایی‌ها تماس میگیره. میدونیم که آمریکایی‌ها از طریق آقای صنعتی زاده با سران جبهه ملی در زندان تماس میگیرن. میدونیم که در همین بیش و کم همین زمانی که این نامه نوشته شده، میدونیم که دولت کندی در فکر این بود که شاید یه شورای نگهبان، شورای سلطنتی تشکیل بده و شاه رو از کار برکنار کنه. در مورد ترکیب شروع کرده بودن مذاکره کردن که کی باشه و کی نباشه. اسمش هم گذاشته بودن مثل این که اشخاص سرشناس، اشخاص سرشناس و شروع میکنن. یعنی اگر کندی کشته نمیشد و تحولات عجیب تری اتفاق می افتاد. این که درست در یه چنین شرایطی اگر این نامه نوشته شده یا تماس گرفته شده وجود داشته باشه، حکایت از این میکنه به گمان من که آیت الله خمینی کاملا در جریان این نامه های دیگه و این تماس های دیگه و استراب آمریکا از وضع شاه، صحبتاش با بختیار، صحبتاش با علوی حاج علی کیا، با جبهه ملی، با امینی، همه اینها در اون زمان داره اتفاق میفته. دوباره به جای اینکه بیایید فوش بدید بگید آقا ممکن نیست چنین چیزی باشه بدون اینکه حتی سندم دیده باشی، همه اتفاقا قول دادن که نداره. آقای یک کسی تو لندن نشسته 5 تا از این سندا هم در زندگی شاید باش کار نکرده، میگه ممکن نیست چنین سندی باشه. از کجا میتونید چنین حرفی بزنید؟ مگه شما رفتید اسناد رو دیدید؟ حالا نمیخوام اسم بیارم، اینا که در مورد این صحبت کردن با یه قاطعیتی حکم میکنن. خیلی هاشون یه بار توی آرشیو نرفتن. ببین اصلا امکان این که آیا یه چنین سندی رو شما جعل بکنید چقدره؟ این سند اسم شخص رو چرا نمیفرمایید آقای دکتر؟ آقای مهاجرانی. مهاجران
آقای مهاجرانی برای چی گفته که اینا ممکن نیست؟ شما از کجا میدونید ممکن نیست؟ شما مگه تو این اسناد کار کردی؟ میتونید بگید به شخصی شناختی که شما از شخصیت آیت الله خمینی دارید نمیخوره این، اون حق شماست بگید. ولی اینکه بیاد تمام این هزاران سند رو به یه وبلاگ خط بطلان بکشید، برازنده کسی که اگه من چیز دموکراتیک هستم نیست. بیاد اسناد رو ببینید، بگید کجاهاش چیزی، چطور میشه شما ای که الان در غرب زندگی میکنید چطور میشه بگید این همه سند و آمریکایی ساختن برای چی؟ برای شما یه جمهوری اسلامی مهمه که بگید من با آمریکا صحبت نکردم؟ برای آمریکا یه چیز عجیبی نیست، اونا که میدونن شما باشون صحبت کردید، اونا که میدونن شما علی بن نورث رو بردید اونجا، اونا که میدونن من نامه دارم از کارتر و آیت الله خمینی. اگه فرصت باشه الان 5 دقیقه میتونم براتون اینجا نامه رو در بیارم. اگه فهم کردم خواهیم صحبت کنی واقعا در بیارم. نامه نوشته به آیت الله خمینی کارتر که من یک کسی رو میفرستم، آقای جوزف کاتم، آقای کاتم شما حتما با این صحبت بکنید، از طرف من دارم. خب آیت الله خمینی من میدونم صحبت کرده، مقاله جواب گزارش کاتم به کارتر هم من دارم. همون تو رستوران آقای دکتر؟ نه کاتم میره با خود آیت الله خمینی صحبت میکنه. کاتم میره با خود آیت الله خمینی صحبت میکنه. کاتم رو همه تو کمپدیسیون بچهای کمپدیسیون میدونستن که این مسئول سیاه در ایران بوده، بچه دو استاد دانشگاه. کارتر نامه نوشته، بعد کاتم میره ملاقات میکنه با شخص آیت الله خمینی، دیگه نفر دوم هم نیست، با شخص آیت الله خمینی به یک گزارش میرسه. من الان یک کسی بخواد بیاد به استنفورد، من همه این اسناد رو گذاشتم در دانشگاه استنفورد. ببینید تو این گزارش بی بی سی مثلا دو پاراگراف از گوادلوب گذاشته، من مثلا نزدیک تمام گوادلوب 600 صفحه سند گوادلوب رو گذاشتم در چیز و در کتابم ازش استفاده کردم. آیده که این آقای مهاجرانی از وقتی که رفته لندن مثل که پوست انداخته. یک بارم گفتش که من اطمینان دارم که هیچ نقطه خاکستری در زندگی مالی رهبر نیست. خاطرتون هست؟ بله، من واقعا زندگی مالی رهبر رو نمیدونم. آخه میدونید آیت الله خمینی و بعد از او آقای خامنه‌ای، اینا چندین ده میلیارد دلار زیر نفوذشونه، زیر دستشونه. اصلا نادرستی مالی من مطمئنم، به نظر منم میاد که آقای خامنه‌ای اصلا چیز مالی نداره. من این تصوری که مثلا بخواد شخصا بخوره، حالا من بچه هاشو نمیدونم چیکار میکنم، ولی خودش یه نوع آدمی نیست که به اون چیز باشه. ولی این نوع قضاوت به خصوص در مورد این اسناد و این حکم کردن که اینا نمیتونه درست باشه، و ببینید در ایران همه شروع کردن حمله کردن برای اینکه یک حرکت سازمان یافته بود. من فکر کنم حتما ایرادهایی بر گزارش های بی بی سی هست، یعنی یه جور مثلا در مورد همین نامه، حتی نامه 63 حتما باید با احتیاط بیشتری صحبت میکردن. یعنی ما قطعا نمیدونیم که این نامه کمره ای که اومده به این آدم در سفارت این حرف رو زده با دستور مستقیم آیت الله خمینی اومده، یا از خودش اومده این حرف رو زده، یا نامه آورده، ما اونو نمیدونیم. یه دو پاراگراف اونو بایستی با احتیاط مثلا بیشتری میگفت. بعضی چیزهای دیگه که خب قبلا در موردش نوشته شده بوده، دیدارهایی که بوده در گزارش در کتاب یزدی هست، در خاطرات استمپل هست، در کتاب نگاهی بشو هست، اونا رو باید یه مقداری بهش اشاره میکردن. اگه اشاره میکردن یه مقداری چیزتر میشد دیگه، معلومتر میشد. یه جوری وانمود میکنن در این گزارش ها مثل اینکه اینا برای اولین بار داره کشف میشه. خب ضربه پذیرش کرد و بعضی از این اشتباهات کوچیکی که کرد، ولی کلن یه کار بسیار جدی کرده، رفته کلی اسناد در آورده، کلی نکات قبلا ناروشن رو روشن کرده. یعنی این که ما چندین بار با خود شما در همین برنامه شما ما صحبت کردیم که چرا شما مثلا دکتر صدیقی رو در واقع انتخاب نکرد. خب تو این معلومه، تو این اسنادی که این در آورده معلومه که هم آمریکایی‌ها بهش میگن نکنین کارو. من قبلا سند انگلیسی‌ها رو پیدا کرده بودم،
این حالا سند پیدا کرده از سالیوان که به شاه به صراحت میگه که این کاندید مناسبی برای این کار نیست. قبلا ما میدونستیم که آمریکایی‌ها با بختیار کاملا یک چیز نبودن، یه رنگ نبودن، یعنی آوردنش رو کار، ولی در این حال اون پشت داشتن مذاکراتی هم میکردن. جزئیات این مذاکرات آقای فتحی رفته در آورده، نشون میده که چجوری با بختیار هم دو دوزه بازی کردن. یعنی از یه طرفی گفتن برو و از یه طرف دیگه فکر میکردن که همون زمانی که داره میره فکر میکردن که این قاعدتا راه به جای نخواهد برد و اونا بایستی آلترناتیوی پیدا بکنن. آلترناتیو کی؟ آیت الله خمینی. دوباره راحت همه کاسه کوزا رو ما سر یا آیت الله خمینی یا آمریکایی‌ها یا هر دو بشکنیم، ولی تو این اسناد و اسناد دیگه خیلی از روشنفکرای ایران، خیلی از سیاستمدارای ایران، بعضی از سیاستمدارای طرفدار شاه میرفتن علیه شاه به نفع آیت الله خمینی با سفارت و وزارت امور خارجه صحبت میکردن. چرا آقای سالیوان و بعضی در CIA، یکی از اسنادی که ایشون در آوردن خیلی سند جالبی هم هست، میگه که در کاخ سفید بحثه، یکی از افراد CIA میگه که نه، این که میگن آقای خمینی میخواد بره قدرت رو بگیره و یه حکومت اسلامی درست کنه، اینا در واقع شایعات ساواک و شاهه، یه آدم چیزیه میخواد بره شبیه به گاندی بشه، یه چنین چیزی میخوان بگن. اینا رو اینا کجا فهمیده بودن؟ خیلی شو از این همین روشنفکرا، سیاستمدارا، طرفداران جبهه ملی که میرفتن میگفتن مطالب کنفدراسیون رو میخوندن، همه اینا کمک کردن به ایجاد این تصویر. حالی که منظورتون داریوش شایگان از اون روشنفکر؟ نه، من از شایگان نیدم. داریوش شایگان یه جور دیگه ای به این مسئله نگاه میکرد. من سندی از داریوش شایگان ندیدم، ولی آقای شایگان که آسیا در برابر غرب و در اون زمان نوشت، در سالهای پیش از انقلاب نوشت و گفت که تمدن غرب همش تمطراق اون روستایی هندی که آب با چیز میکشه شاید خوشبختره، خب مستقیم از این قضیه دفاع نمیکرد، ولی این نوع فکر رو به نظر من تقویت میکرد. بله، من اتفاقا هفته دیگه دارم میرم تورنتو برای سخنرانی در همون پرژن سرکل، که چهارشنبه در پرژن سرکل برای این سخنرانی بکنم. پرژن سرکل ناشر کتاب شاه هست و اتفاقا همون هم هستن که یه سایتی درست کردن به اسم میلانی بوکس که همه کتاب ها از جمله چاپ دوم کتاب شاه در اونجا قابل دسترسی است در داخل ایران به طور رایگان، و توصیه میکنم دوستانی که در داخل ایران هستن به چاپ دوم مراجعه بکنن، چون چاپ دوم رو ظاهرا در ایران اجازه پخشش هم نمیدن، با اینکه چاپ اول رو برادران قاچاقچی چاپ کردن، چون چاپ دوم نزدیک 70-80 صفحه سند داره، از جمله چندین سند گوادلوپ و سندهای دیگه. به هر حال من چهارشنبه که دارم در اونجا صحبت میکنم در تورنتو در پرژن سرکل، در بخشی از صحبتم در مورد همین افرادی است که دور و بر شاه و ملکه بودن و با پروژه‌ای که شاه و ملکه داشتن اجرا می‌کردن، یه پروژه تجدد، اساساً بنیاداً مخالف بودن و اینا تمام دور و بر رو می‌گرفتن و یه حرفایی می‌زدن که با اون پروژه از لحاظ تاریخی بهش نگاه کنید، نه از لحاظ سیاسی چیز. یعنی شاه می‌خواست جامعه رو ببره به طرف یک نوع تجدد. دور خیلی از دوروریاش کسانی بودن که به گاه به تلویح، اغلب به تصریح میگفتن که تجدد یک پدیده کاذبه، به درد ایران نمیخوره، آدم ها تنها میشن، بدبخت میشن. بریم به آقای فردید، میگفت حوالت تاریخی ایرانی ها رو پیدا بکنیم. آقای نراقی میگفت بریم ایرانیت خودمون رو پیدا بکنیم، ما تجدد نمیخوایم. آنچه خود داشت، آنچه خود داشت. آقای اون صحبتایی که آقای میبودی چیزش بودن خیلی صحبتای جالبیه، وقتی که نگاه میکنید ببینید واقعا یه بلبشوی فکریه. خود آقای میبودی هم میگه که به فردید میگه من که حرفای تو رو نمیفهمم، ولی هی میارنشون حرفا رو تکرار میکنه و تبدیل شده به یک فضای خیلی غریبی. کافکایی. الان آدم اونا رو نگاه میکنه میفهمه که چه خبر بوده. های دکتر، حالا احتمال داره که شما بار دیگر به این سفارتخانه ها، ببخشید، به این وزارت خارجه ها
مراجعه کنید، اسناد جدیدتر رو دریافت کنید. حتما من حتما بایستی در اولین فرصتی که بتونم، چون کتاب شما الان لازم داره اینا رو. بله حتما باید اسنادی که دیگران دسترسی نداشتن. بله. الان یه پروژه دیگه رو باید تموم بکنم، ولی حتما باید برم. و البته خیلی از کاراشو آقای واقعا فتاحی انجام داده، ولی خود من باید برم، هر کسی باید خودش بره اینها رو نگاه بکنه. بله. و اسناد دیگه در میاد، یعنی هنوز ما اصلا نمیدونیم، هیچی نمیدونیم در مورد اینکه فرانسویا تماسشون با آیت الله خمینی، اونا تماسشون خیلی بیشتر از آمریکایی‌ها بوده، اونا چه تماسایی داشتن، انگلیس ها از اون دوران اونجا کی باشون تماس داشته، قطعا تماس داشته، از بقیه اسناد میشه دید. شوروی چی؟ اینا آرشیوایی که هیچ کدومش مورد بررسی قرار نگرفته. نفت داشتن این تماس اصلا به نظر من، میگم واقعا نمیخوام این سوء تفاهم بشه، نوع تماس ما. نوع تماسه. و اینکه بعدن بگی من نکردم، بعدن ریا کنید بگی من نکردم، چه اشکالی داره که آقای خمینی در اون زمان با آمریکایی‌ها مذاکره کنه و سعی کنه که مثلا از جلوی یک جنگ داخلی جلوگیری بکنه، از پیدا شدن جنگ داخلی شروع. اگر این اسناد رو نشون میده چه اشکالی داره این کار؟ اشکال این داره که شما میگید نه همه اینا ساختگی است و ما اصل مذاکره رو نمیپذیریم و یک کسی است، یک شخصیت قدسی است که این مذاکره نکرد. بعد ببینید تو ایران هم مذاکره کردن، ببینیم مثلا آدمایی که برای مذاکره انتخاب میکنه، از آقای یزدی بگیرید، آدمایی که به عنوان نماینده انتخاب میکنه، آقای قدس‌زاده بگیرید، کسی که به عنوان اولین رئیس دولت انتخاب میکنه یعنی آقای بازرگان رو بگیرید، کاملا با آگاهی به اینه که آمریکا میخواد یه دولت شبیه به دولت جبهه ملی سر کار بیاره. اینا ما آشکارا تو اسناد میبینیم، یعنی تردیدی در این نیست که ایدئال آمریکایی‌ها یه چنین جریانی بود. خب آیت الله خمینی هم این رو با ذکاوت و تیزهوشی متوجه شده بود، گفت خب من خودم این کارو میکنم، شما چرا میخواهید حالا از طریق چیز بکنید؟ من خودم دولت تعیین میکنم، من تو دهن دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. دولتی که تعیین میکنم دولت همون دولتی است که شما میخواهید، یه دولت جبهه ملی. ولی اون وقت این چیز رو هم داشت که به محض اینکه این دولت سر کار اومد، نمایندگان خودش رو در وزارتخونه ها و سفارت ارتش و همه جا مستقر کرد و یه حالت دوگانه ایجاد کرد که به قول آقای بازرگان دولت از همون اول شد چاقوی بی دسته. آقای دکتر میرانی، شما چهارشنبه تشریف میبرید کانادا؟ من چهارشنبه در تورنتو سخنرانی. اون وقت برای برنامه هفته آینده خواهید بود؟ باید با هم صحبت بکنیم که یه وقتی باشه که من تاریخ جمعه برمیگردم و پس صحبت میکنیم. حتما صحبت. خیلی ممنونم ازتون.